سه تشکل فرهنگیان در بخشهایی از بیانیهشان که روز جمعه سیه که شهریور منتشر شد سه بحران کیفیت، عدالت و مشروعیت را به عنوان مهمترین چالش‌های های پیش رو در سیستم آموزشی نام بردند. سال تحصیلی 1402-1403 طبق سنت همیشگی از فردا اول مهر ما آغاز می شود. اما بنابر گزارش ها قرار گرفتن این روز میان جمعه و یکشنبه که تعطیل رسمی است موجب خواهد شد که مدارس و 16.5 میلیون دانش آموز به طور رسمی از روز دوشنبه سوم مهر فعالیت خود را آغاز کنند. اما این مهمترین دقدقه دانش آموزان، والدین و کادر آموزشی نیست. بر اساس آمارها ایران با کمبود 300 هزار معلم در سال تحصیلی جدید مواجه است و در بسیاری از مدارس کشور همچون سال تحصیلی پیشین یا کادر دفتری به تدریس مشغول خواهند شد یا از والدین برای تدریس موقت دعوت خواهد شد این در حالی است که یکی از برنامه های دولت ابراهیم رئیسی استخدام دستکم کم 24 هزار روحانی در آموزش و پرورش است که نشان میدهد بحران و کمبود معلم تا سالهای آتی با همین شدت ادامه خواهد داشت در این میان به جز کیفیت آموزش چند مورد دیگر هم دقدقه جدی محصلین و والدین آنهاست نخست قیمت سرسامآور لوازم تحریر و پوشاک برای آغاز سال تحصیلی جدید است که نسبت به سالهای قبل جهشی بزرگ داشته است از سوی دیگر سال تحصیلی پیشین یکی از تاریکترین سالهای آموزشی در چند دهه گذشته بود برخورد و بگیر و ببند سخت در مدارس در طول اعتراضات مردمی و در ادامه مسمومیت سریالی دختران دانش آموز موضوعی است که همچنان دقدقه جدی بسیاری از والدین است موضوعی که نه مقصری برای آن اعلام شد نه از سوی دولت پیگیری شد و در نهایت مقامات رسمی آن را تلویحا شیطنت خود دانش اعلام کردند در کنار همه این موارد اجرای احتمالی طرح افاف و هجاب است که مدارس را هم در بر میگیرد پیش از این محمد باقر غالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود برای افراد زیر 18 سال مجازاتی تعیین نشده است اما مطابق طرح مصوب مجلس تمام مدارس باید به سامانه های رهگیری قوه قضایی وصل شوند تا مشخصات تمام دانش آموزان به صورت آنلاین در اختیار این نهاد باشد. این خود نگرانی ها درباره مجازات دختران نوجوانی که در مدرسه از قانون حجاب اجباری سرپیچی می کنند را بیش از پیش می کند. به هر روی سال تحصیلی که بر اساس عرف موجود باید همراه با شور و هیجان دانش آموزان باشد در حاله ای از نگرانی و تشویش برای بخش بزرگی از آنها و خانواده هایشان آغاز می شود. شهرام بهرامی نژاد صدای آمریکا